سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمود خدادادی هستم، کارشناس نرم افزار و توسعه دهنده وب به صورت فول استک. خیلی خوشحالم که در این سری از آموزش ها همراه شما هستم. اینجا میخوایم یه بازی بسازیم با جاوا اسکریپت. این صفحه نخست بازی هست. یک دکمه استارت داره، یک سری توضیحات در مورد بازی و یک اسلایدر برای تنظیم صدای بازی. اینجا من صداش رو قطع میکنم تا تمرکز بیشتری داشته باشه. بازی رو شروع میکنم. شما یک کاراکتر دارید که میتونه به اطراف حرکت کنه. در حین حرکت به طور تصادفی یک سری پوکیمون پیدا میکنه که برای هر پوکیمون 10 تا فرصت داره که اون رو بگیره. هر چقدر پوکیمون قوی تر باشه گرفتنش سخت‌تر میشه. الان این پوکیمون کچ شد و به لیست پوکیمون های من اضافه شد. داخل این لیست میتونید پوکیمون رو انتخاب کنید و یا با کلیک روی مور اطلاعات بیشتری در مورد پوکیمون کسب کنید. اینجا این پوکیمون یک نوار هلس داره و یک نوار مونا. اکسپریانسش اینجا مشخص شده و لول فعلیش و قدرت هاش هم که اینجا مشخص است. اینجا 3 تا دکمه داریم. یکی برای لول اپ کردنه که با لول اپ شدن اکسپریانس مصرف میشه و قدرت ها افزایش پیدا میکنن. اینجا چون مکس هلس و مکس موناش افزایش پیدا کرده اینجاها خالی شده. با استفاده از دکمه هیل میتونید هلس پوکیمون رو ریکاوری کنید. با چارج هم موناش رو ریکاوری میکنید. اینجا یک اینونتوری داریم که 2 تا آیتم داره، یکی هلس یکی مونا. با مصرف این آیتم ها میتونید پوکیمون رو ریکاوری کنید. و در آخر هم یک توضیحات مختصری در مورد پوکیمون اینجا داده شده. علاوه بر کچ کردن پوکیمون، شما میتونید یک پوکیمون رو از لیستتون انتخاب کنید و باهاش در نبرد شرکت کنید. اینجا نبرد به صورت نوبتی هست. قبل از اینکه زمانتون تموم بشه شما میتونید 3 تا حرکت انجام بدید. اتک که انیمیشن خاص خودش رو داره، پاور اتک و دفنس. دمیج انیمیشن ها با استفاده از قدرت های پوکیمون محاسبه شده. این اطلاعات که اینجا میبینید از API گرفته شده. در قسمت بعدی ما با API آشنا خواهیم شد. پروگرس بازیکن یا پیشرفت بازیکن در لوکال استوریج ذخیره میشه. یعنی پوکیمون هایی که تا حالا جمع کرده، لول اپ هایی که انجام داده، ریکاوری هایی که انجام داده، آیتم هایی که مصرف کرده، پوزیشن خود بازیکن، اینها همه ذخیره میشه. اگر من رفرش کنم یا از مرورگر خارج شم و دوباره وارد بازی بشم، میبینید که پوزیشن بازیکن ذخیره شده، پوکیمون هاش ذخیره شدن و لول اپ هایی که کرده و وضعیت هلس، مونا و همه ذخیره شده. بازیکن میتونه از جایی که بازی رو تموم کرده دوباره شروع کنه. میخوایم راجع به API که در بازی استفاده میکنیم با هم صحبت کنیم. API که استفاده میشه pokeapi.co هست. روال کار به این صورته که ما یک سری درخواست ارسال میکنیم و یک سری پاسخها دریافت میکنیم. داخل پاسخها اطلاعات مورد نیاز ما برای بازی وجود داره. مثلا اینجا این endpoint رو اصطلاحاً get میکنم. وقتی get میکنمش به من یک پاسخ میده. حالا اطلاعات مورد نیاز بازی رو از این پاسخ باید استخراج کنیم. ما به همه این اطلاعات احتیاج نداریم. اطلاعاتی که لازم داریم مثلا یکی تایپ پوکیمون هست که چه تایپی داره، که مثلا اینجا میگه تایپش الکتریکه. از تایپ برای محاسبه دمیج استفاده میکنیم، چون پوکیمون ها تایپ های مختلفی دارن و هر تایپ بر علیه تایپ دیگه یک سری مزایا و یک سری معایب داره. ما دیگه مثلا استاتس رو لازم داریم.
استاتس همون ویژگی های پوکیمون ما هستن، مثل اچ پیش، اتکش، از اینا برای محاسبه دمیج استفاده میکنیم و آیدیش رو لازم داریم، آیدی پوکیمون رو لازم داریم که مثلا چه آیدی هست و چیز دیگه ای که لازم هست نیم پوکیمون هست که اینجا داخل فورمز پیکاچو هست و یک سری تصویر لازم داریم که در این قسمت هست. تصاویر که لازم داریم یکی بک دیفالته که تصویر پوکیمون از نمای پشت رو به ما میده، یعنی به این صورت، و یکی فرانت دیفالته که تصویر پوکیمون رو به این صورت به ما میده از نمای جلو. با بقیه اطلاعاتی که لازم استخراج کنیم حین ساخت پروژه آشنا خواهیم شد. الان با روال کار آشنا شدید. ما میایم این آدرس رو گت میکنیم، اطلاعات رو از API میگیریم و بعد اونها رو استخراج میکنیم، مرتب میکنیم، بعد داخل بازیمون ازش استفاده میکنیم. میخوایم با هم محیط کارمون رو برای ساخت بازی فراهم کنیم. برای اینکه بتونیم جاوا اسکریپت بنویسیم احتیاج به یک کد ادیتور داریم. کد ادیتوری که اینجا استفاده میکنیم VS Code هست. وارد سایت code.visualstudio.com بشید، VS Code رو دانلود کنید و نصب کنید. بعد از نصب VS Code بازش کنید و برید به قسمت اکستنشن ها. اکستنشن هایی که اینجا لازم داریم یکی Live Server هست. به کمک Live Server ما میتونیم کد ویژوال استودیومون رو روی لوکال هاوس ران کنیم. اکستنشن دیگه ای که لازم داریم پس اینتلیسنس هست. با پس اینتلیسنس ما هنگام نوشتن مسیر یا پس فایلمون اینتلیسنس میگیریم، یعنی یک سری پس ها به ما پیشنهاد میشه. اکستنشن بعدی اوتو ایمپورت هست. با اوتو ایمپورت وقتی که ما از یک ماژول داخل یک فایل استفاده میکنیم با نوشتن اسم ماژول و زدن اینتر اون ماژول به صورت اتوماتیک برای ما ایمپورت میشه و لازم نیست دستی ایمپورتش کنیم. این سه تا اکستنشنیه که استفاده میشه. حالا برای اینکه پروژمون رو شروع کنیم برید به یک قسمت از حافظه سیستمتون یه پوشه درست کنید به اسم پوکیمون. این پوشه رو درگ کنید داخل VS Code. پوشه داخل VS Code براتون باز میشه و در این قسمت داریدش. حالا داخل این پوشه که داخل VS Code بازش کردیم یک پوشه درست کنید به اسم JS. اینجا ما فایل های جاوا اسکریپتمون رو قرار میدیم. یه پوشه دیگه داخل پوکیمون درست کنید به اسم CSS. اینجا قسمتیه که ما استایلمون رو قرار میدیم. پوشه دیگه که احتیاج داریم assets هست، جایی که ایمیج و سایر asset های مربوط به بازیمون قرار میگیره. یه فایل index.html لازم داریم. بریم این فایل رو بسازیم. یک علامت تعجب میذارم و اینتر رو میذارم. document html برام ساخته بشه. ابتدا بیاین تایتلش رو عوض کنیم، بذاریم پوکیمون. داخل index.html ما باید فایل js مون رو لینک کنیم. داخل js من یک فایل میسازم به اسم main.js. تنها فایل jsی که لینک میشه به index.html main.js هست. بقیه فایل ها به صورت ماژول در میان و ایمپورت میشن داخل main.js. اینجا من داخل تگ بادی یک تگ اسکریپت درست میکنم و میبینید که به من یک سری مسیرها پیشنهاد میشه. این به خاطر نصب اکستنشن پس اینتلیسنس هست. میگم بره به js و main.js رو لینک. به این ترتیب main.js ما لینک میشه به فایل html console.log hello.js.
حالا با ران کردن این index.html توسط لایف سرور باید این داخل کنسول پرینت بشه، اگر این به درستی لینک شده باشه داخل فایل HTML. با لایف سرور باز میکنم مرورگر رو، inspect کنسول، میبینید که فایل ما به درستی لینک شده. در قسمت بعدی شروع میکنیم به ساخت پروژه. تو این قسمت میخواییم کنواس بسازیم، کانتکست 2D و دوتا از متدهاش رو بررسی کنیم. متدهایی که بررسی میکنیم یکی درا ایمیج هست و یکی درا ریکت. با درا ایمیج ما میتونیم یک ایمیج رو روی کانواس رندر کنیم. با درا ریکت یک ریکت انگل رو درا میکنیم. بریم که کانواس رو بسازیم. برای این کار یک فایل js درست میکنم به اسم canvas.js. داخل این فایل میام canvas رو میسازم و اکسپورتش میکنم. export const canvas برابر بشه با document.createElementCanvas. حالا context 2d رو میسازم. گفتیم که داخل context 2D متد هایی هست مثل draw image و draw rect که اینجا میخواییم بررسی کنیم. context برابر باشه با canvas.getContext2D. حالا میخوام canvas رو بیارم داخل فایل HTML. برای این کار یک سیکشن درست میکنم و یه آیدی بهش میدم به اسم GameRoot. بعد میخوام این المنت رو با آیدیش بگیرم و کنواسی که اینجا ساختیم رو بذارم اینجا. البته چون داریم از چند تا فایل JS استفاده میکنیم و از کلید واژه‌های export و import استفاده میکنیم، باید تایپ اسکریپتمون رو یعنی main.js رو برابر با ماژور قرار بدیم. در غیر این صورت ارور خواهیم گرفت. میام یه فایل دیگه درست میکنم به اسم gameroot.js. داخل این فایل سکشنی که الان درست کردم رو میگیرم و اکسپورتش میکنم. برابر با document.getElementById gameroot. حالا که سکشن رو اینجا داریم، کنواس رو هم اینجا داریم، این دوتا رو میام اینجا ایمپورت میکنم داخل main. ایمپورت gameRoot. میبینید که اتوماتیک تکمیل میشه برام چون اوتو ایمپورت رو دارم. البته انتهای مسیر باید مشخص کنم که فایلم js هست. ایمپورت canvas و ایمپورت context. حالا که این ستا رو داریم، بیاین ابتدا کنواس رو داخل گیم روت قرار بدیم. گیم روت دات اپند کنواس. مرورگر رو باز میکنم با لایف سرور، اینسپکت المنتس بادی. میبینید که داخل سکشن گیم روتمون کنواس رو داریم. حالا بیایم یه طول و عرض به کنواس بدیم تا بهتر مشخص بشه. کنواس دات ویدث برابر با 800، canvas.height 800. یه border هم باید بهش بدیم که canvasمون دیده بشه. میام به پوشه CSS یه فایل style درست میکنم، style.css، و canvas رو میگیرم بهش border میدم، همچنین gameRoot رو میگیرم و فلکسش میکنم تا کنواسمون بیاد وسط. این رو باید لینک کنیم تا استایلمون اعمال بشه. میام به ایندکس لینک css استایل.
به این ترتیب کانواسمون میاد وسط و بوردر هم داره. طول و عرضش 800 در 800 پیکسل. کاری که میخوایم انجام بدیم درا کردن این ایمیج است و بررسی کردن متد درا ایمیج کانتکست. میام به مین. برای اینکه بتونیم ایمیج رو درا کنیم ابتدا به یک ایمیج احتیاج داریم. const image برابر با new image dot src برابر با assets image و file. حالا میگم زمانی که image load image dot unload این فانکشن رو اجرا کن. context dot draw image ایمیجی که ساختیم رو بهش میدم و بعد میتونم مشخص کنم که ایمیج کجای کانواس درابش. میگم از گوشه سمت چپ بالا 0 پیکسل درابش، یعنی اینجا. پوزیشن همیشه از گوشه سمت چپ بالا شروع میشه. اینجا نقطه 0 کانواس هست و اینجا نقطه 800 کانواس هست. من بهش گفتم در نقطه 0 یعنی گوشه سمت چپ بالا ایمیج رو رندر کن. حالا میخوام این رو وسط رندر کنم. باید چی کار کنم؟ از اینجا باید 400 تا بیام این ور، 400 تا بیام پایین و ایمیج رو رندر کنم. اینجا میگم 400. چون طول عرض کانواسمون 800. میبینید که وسط رندر نمیشه. برای اینکه پوزیشن ایمیج مثل کانواس از گوشه سمت چپ بالا شروع میشه، یعنی وسطش نقطه صفر نیست، اینجا نقطه صفر ایمیج هست. برای اینکه دقیقاً وسط رندر بشه باید این رو منهای نصف عرض ایمیجمون بکن، یعنی x رو منهای نصف عرض ایمیج و y رو منهای نصف طول ایمیج. اینجا هر خونه 100 پیکسل در 100 پیکسل هست، یعنی کل ایمیج میشه 200 در 200. پس این رو باید قرار بدیم 300 تا دقیقا بیاد وسط. به این ترتیب درا ایمیج مؤلفه‌های دیگه هم داره. ما از این سینتکس درا ایمیج استفاده خواهیم کرد. ایمیج رو بهش میدیم، بهش میگیم که کجای کانواس رندر بشه و بهش میگیم که از کجای ایمیج شروع کنه به رندر کردن. SX و SY مشخص میکنن از کجای ایمیج ما بیاییم رندر کنیم. اگر همه اینها رو من مشخص کنم اینجا، یعنی این رو کپی کنیم جا پیستش کنم، ایمیجمون که از کجای ایمیج شروع کنه به رندر کردن، از 0 فعلا تا کجا رندر کنه، طول ایمیجمون 200 بود، میگیم تا 200 پیکسل از ایمیج رندر کنه، ایمیج رو کجا قرار بده، میگم باز هم 0 قرار بده. این دوتا آپشنال هستن. با این دوتا ما میتونیم تصویر رو بکشیم یا جمع شد. اینجا اگر 200 باشه، این هم 200 باشه، تصویر ما به صورت نرمال رندر میشه. میبینید که تصویر مثل قبل رندر شد. حالا میخوام ایمیج از این خونه رندر بشه، یعنی خونه بیوان. باید چیکار کنم؟ این دوتا مؤلفه رو باید تغییر بدم. میگم بیا 100 تا سمت چپ و 100 تا پایین. به این ترتیب فقط بیوان رندر میشه. حالا میخوام بیوان رو بیارم وسط. باید چیکار کنم؟ باید این دوتا مؤلفه رو تغییر بدم. طول و عرض کانواسمون بود 800. نصفش میشه 400. 400 منهای نصف طول و عرض ایمیج که میشه 50، میشه 350. به این ترتیب بیوان میاد وسط. پس روال کار رو یاد گرفتیم. ما از همه مؤلفه ها استفاده میکنیم، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا مؤلفه داره. اولی که ایمیجه، بعد مشخص میکنیم از کجای ایمیج رندر بشه تا کجا
رندر بشه، کجای کنواس رندر بشه و بعد مشخص میکنیم که تصویر اندازش چقدر بشه. اگر این رو زیاد کنم تصویر کش میاد، بزرگ میشه. میبینید که کش اومد و بزرگ شد. اگر کمش کنم تصویر کوچک میشه، فشرده میشه به این حال. پس این میشه مؤلفه های درا ایمیج. در اینجا میخوایم مپ بازی رو روی کنواس رندر کنیم. برای این کار به دوتا ایمیج احتیاج داریم. این ایمیج روی این ایمیج رندر میشه. به خاطر این کار رو میکنیم که پلیر رو بین این دوتا ایمیج قرار بدیم و بتونیم کاراکتر رو ببریم پشت برخی از آیتم ها. مثلا کاراکتر بره پشت این درخت یا پشت این آیتم. این حالت زمانی ممکنه که دوتا ایمیج داشته باشیم، یکی رو روی دیگری رو رندر کنیم و پلیر رو بین این دوتا قرار بدیم. اینجا یک فایل درست میکنم به اسم mainmap.js. داخلش یک فانکشن میسازم و اون رو اکسپورت میکنم. اکسپورت const drawMap برابر با یک arrow function. اینجا یک ایمیج لازم داریم. const image برابر با new image. image.src برابر با یک پوشه میریم بالا. assets image و file. image.unload برابر با این فانکشن. اینجا از context استفاده میکنیم و متد draw image ایمیج رو بهش میدم و محل رندرش رو مشخص میکنم. اینجا آخرین باید یک js بذاریم تا کار کنم. حالا این رو باید ایمپورتش کنیم به main تا اجرا بشه. draw map اتوماتیک ایمپورت میشه. سیوش میکنم. میبینید که مپ ما رندر شد. ولی خب خیلی کوچیک. یه دلیلش زوم مرورگره که روی ساعت نیست. حالا بهتر شد. حالا میخوام ارتفاعش رو کم کنم تا اسکرول نخوره. میام به کانواس. ارتفاعش رو میکنم 400 و ویدثش 1000. این هم باشه 500. بهتر. اسکرولش به دلیل اینی که بادی پدینگ میخوره. میام به CSS. اینجا بادی مارجین 0 پدینگ 0. دیگه اسکرول نمیخوام. حالا میخوام این تصویر رو حرکت بدم و مکان اولیه پلیر مشخص بشه. پلیر همیشه وسط کانواسه. برای اینکه این تصور به وجود بیاد که پلیر داره حرکت میکنه، ما مپ رو حرکت میدیم. در واقع پلیر همیشه وسط میمونه و مپ پشتش حرکت میکنه. این تصور به وجود میاد که پلیر داره حرکت میکنه. بیایم ابتدا مکان اولیه‌ای که پلیر ظاهر میشه رو مشخص کنیم. برای این کار میرم به مین مپ و اینجا یک آبجکت میسازم و اکسپورت میکنم. اکسپورت const offset برابر باشه با یک آبجکت که مؤلفه x داره، فعلا باشه منهای 200 و مؤلفه yش هم باشه منهای 300. حالا این offset رو اعمال میکنم به draw image، محلی که image render میشه. offset.x offset.y. میبینید که محلش تغییر کرد. الان یه خورده این آیتم ها کوچک است. من میخوام یه خورده زوم بشه تا آیتم ها بزرگتر دیده بشه. میام به canvas دوباره. context.scale طولش و عرضش رو 4 برابر کنم. این ترتیب زوم میشه و میبینید که آیتم ها بزرگ است. جایی که الان پلیر ظاهر میشه وسط کانواس خواهد بود. در قسمت بعدی ایمیج پلیر رو رندر میکنیم.
در این قسمت میخوایم تصویر پلیر رو رندر کنیم و بیاریم وسط کانواس. اینجا 4 تا تصویر برای پلیر هست. هر کدوم از این تصویرها از 2 قسمت تشکیل شده که فریم های انیمیشن ما رو میسازن. به این تصویرها اصطلاحاً میگن اسپرایت شیت. هر قسمت 1 فریمه و ما در هر فریم فقط 1 قسمت از این رو رندر میکنیم و اینطوری انیمیشن ما شکل میگیره. اینجا به انیمیشنش فعلا کار نداره. فقط میخوایم تصویر رو رندر کنیم و بیاریم وسط. داخل پوشه JS یک فایل درست میکنم به اسم player.js. اینجا یک فانکشن میسازم و اکسپورتش میکنم. export const draw player برابر قرارش میدم با یک arrow فانکشن. اینجا باید یک ایمیج بسازیم برابر با new image. سورسش رو باید مشخص کنیم. image.src برابر با یه پوشه میرم بالا assets, images, player و player down. حالا وقتی که ایمیج لود میشه میگم این فانکشن رو اجرا کن و دراش کن روی کانواس. context.drawImage ایمیجمون رو رندر کن و بذارش در نقطه صفر صفر کانواس. بهتر. حالا باید این رو ایمپورت کنیم داخل مین تا رندر بشه. DrawPlayer سیوش میکنم. پلیر رو هم سیو میکنم. این به طور اتوماتیک برای ما ایمپورت شده، ولی خب باید مشخص کنیم که فایلمون JS هست. اینجا میبینید که پلیر ما رندر میشه. حالا بیایم بیاریمش وسط. برای که بیاریمش وسط به چند تا مقدار احتیاج داریم. یکی ویدث و هایت کانواس هست و دیگری ویدث و هایت تصویر پلیر. با اینها میتونیم محاسبه کنیم که وسط کانواس کجاست و وسط پلیر کجاست، چون به هر دوتاش احتیاج داریم. اینجا داخل کانواس من یک آبجکت میسازم. export const canvas props برابر با width که 1000 هست و height که 500 و scale که 4 است. اگر یادتون باشه ما کانواس رو اسکیلش کردیم، بزرگش کردیم تا این حالت زوم برامون به وجود بیاد. canvas props dot width canvas props dot height و اینجا هم scale canvas props dot scale. برای پلیر هم همین کار رو انجام میدم. export البته چون اینجا ما مکان تصویر پلیر رو داخل خود فایل پلیر تغییر میدیم، لازم نیست چیزی رو اکسپورت کنیم. یعنی پراپرتی های پلیر رو فعلا لازم نیست اکسپورت کنیم. حالا بیایم وسط رو با استفاده از این مقدارها و طول و عرض تصویر پلیر محاسبه کنیم. اینجا یک آبجکت میسازم به اسم سنتر و یک مؤلفه x بهش میدم و y و اینجا قرار x center.x و center.y. حالا اینجا کارهای محاسباتی رو انجام میدم. به width canvas احتیاج داریم. canvas props.width تقسیم بر 2 ضرب در canvas props dot scale. فعلا این میشه وسط کانواسمون روی محور x. canvas props dot height تقسیم بر 2 ضرب در canvas props dot scale. این رو ذخیره میکنم. اینجا رفرش میکنم. اینجا
یک ارور داریم. ارور به خاطر اینه که در کانواس ما باید اسکیل رو دو بار بهش بدیم، اینجا یک بار بهش دادیم، یک بار دیگه کانواس پراپس دات اسکیل بهش. حالا میبینید که رندر شده و گوشش اومده وسط. گوشه این تصویر الان دقیقا وسط، ولی ما میخوایم اینجای تصویر بیاد وسط، یعنی وسط یک فریم از تصویر پلیر ما. ما میدونیم ویدثش 40 و ارتفاعش 28. ویدث رو باید تقسیم بر دو کنیم تا یک فریم به دست بیاد. دوباره تقسیم بر دوش کنیم تا وسط یک فریم به دست بیاد. هایت رو فقط یک بار باید تقسیم بر دوش کنیم تا دقیقا وسط یک فریم تصویر بازیکن به دست بیاد. برمیگردم به پلیر. اینجا باید بگم اکس من های 40 تقسیم بر 2، دوباره تقسیم بر 2. این رو هم باید بگم من های 28 تقسیم بر 2. به این صورت یک فریم میاد وسط، یعنی این فریم. در قسمت بعدی ما روی انیمیشن بازیکن کار خواهیم کرد و خواهیم گفت که چطوری فقط یک فریم رو در لحظه نمایش بدیم. الان هر دو تا فریم نمایش داده میشن. پلیر ما در اطراف مپ حرکت میکنه. ما میخواییم یه سری اینپوت از پلیر بگیریم و بک‌گراند پلیر رو حرکت بدیم تا این تصور ایجاد بشه که پلیر داره در مپ حرکت میکنه. ابتدا بیایم یک فریم از پلیر رو رندر کنیم. الان دو تا فریم داریم. میخوام فقط یک فریم رندر بشه. میام روی پلیر هاور میکنم. روی لینک MDN کلیک میکنم. مرورگر رو باز میکنم. وارد سایت developer.mozilla.org میشه. اینجا یک سری اطلاعات در مورد درایمج داده. من این پارامترهاش رو لازم دارم. کپی میکنم. میام اینجا پیست میکنم. ایمیج که خودش هست. از کجا ایمیج رندر بشه؟ از نقطه صفر. صفر. تا کجا؟ تا 20 پیکسل به سمت راست و 28 پیکسل پایین. یعنی از 0 0 رندر کنه، 20 پیکسل بیاد راست، 28 پیکسل هم بیاد پایین. یعنی این رو رندر کن. مکانش هم سنتر باشه، یعنی مرکز کانواس. ویدثش هم باشه، اندازش باشه 20 در 28. اندازه یک فریم. به این ترتیب. به این ترتیب یک فریم رو رندر کنیم. حالا میخوام مپ رو حرکت بدم. برای اینکه مپ رو حرکت بدیم ما احتیاج به لوپ داریم تا در هر فریم مپ رو با پوزیشن جدیدش رندر کنیم. اینجا من در مین یک لوپ تست میسازم. const test برابر با یک arrow function request animation frame test. این رو اگر اجرا کنیم مرتبا هر چی داخلش باشه اجرا میشه. مثلا اینجا میگم console.log frame. This is a frame. این رو اجرا میکنم و اینجا inspect میکنم. میبینید که this is a frame مرتبا اجرا میشه. از این برای آپدیت پوزیشن مپ استفاده میکنم. هر بار که پلیر اینپوت رو وارد کنم. این رو فعلا اجرا نمیکنم. درا مپ رو باید ببریم داخل لوپم. وقتی درا مپ داخل لوپ قرار میگیره این باید خارج از لوپ باشه. چون هر بار نمیخوایم یه ایمیج جدید از مپ بسازیم. همچنین به آنلود دیگه احتیاج نداره. چون بالاخره در یکی از فریم ها ایمیج خودش لود میشه و رندر میشه. دیگه لازم نیست منتظر آنلود بمونید. اینو سیو میکنم. حالا میرم داخل مین. اینجا درا مپ رو میارم به تست. تا مرتبا اجرا میشه. سیوش میکنم. تست رو اجرا میکنم. میبینید که مرتبا اجرا میشه. منتها پلیرمون دیگه نیست. چون مپ الان روی پلیر. پلیر رو هم بیاریم داخل تست. اینجا همون کار رو انجام میدم. هر بار نمیخوایم ایمیج جدید بسازیم. ایمیج رو خارج از درا پلیر میذارم. آنلود دیگه احتیاج نداریم.
سنتر هم همیشه ثابت. این رو هم میبرم خارج. لازم نیست هر بار سنتر رو محاسبه کنم. حالا این رو میارم داخل لوپ بعد از دراما تا روی مپ رندر بشه. سیوش میکنم. میبینید که پلیر هم رندر شد. حالا میخوایم پلیر رو حرکت بدیم. برای این کار ابتدا احتیاج داریم که اینپوت رو از پلیر بگیریم. میام یک فایل درست میکنم به اسم input.js. داخل input.js یک فانکشن میسازم const handle input، برابر قرارش میدم با یک arrow فانکشن. این فانکشن رو export میکنم. اینجا باید یک event اضافه کنیم، key down. هر بار که پلیر یک دکمه رو فشار میده این فانکشن رو اجرا کن. اگر e.code برابر بود با key w، یعنی دکمه w رو زد پلیر، بیا این کار رو انجام بده. اینجا یک object درست میکنم، export input برابر باشه با این object، xش برابر باشه با 0 و وایش هم فعلا برابر باشه با 0. وقتی بازیکن دکمه w رو زد input.y برابر باشه با 1 و input.x برابر باشه با 0. چون در این بازی ما بازیکنمون همزمان در دو محور نمیتونه حرکت کنه، هر بار که یک محور عددی داشت محور دیگه حتما باید 0 باشه. اگر بازیکن دکمه s رو زد، key s input.y برابر باشه با منهای 1 و input.x هم 0، چون بازیکن تو دو تا محور حرکت نمی‌کنه. برای محور افقی هم همینطور. اگر بازیکن دکمه d رو زد، یعنی input.x برابر باشه با 1، input.y 0. و اگر بازیکن دکمه a رو زد، اینجا باید بنویسم key d و اینجا key a تا درست بشه. input.x برابر باشه با منهای 1 و input.y هم 0. حالا میخوام اینها رو ریسیت کنم. چه زمان باید ریسیت کنم؟ زمانی که بازیکن دستش رو از روی یک دکمه بر میداره. دوباره add event key up. اگر e.code برابر بود با key w یا e.code برابر بود با key s، بیا محور عمودی رو 0 کن. input.y برابر با 0. اگر e.code برابر بود با a، یعنی key a، یا e.code برابر بود با key d، بیا محور افقی رو 0 کن. input.x برابر با 0. حالا باید این رو ایمپورتش کنم داخل main. میام به main، قبل از اینکه تست رو اجرا کنم میگم handle input و این فانکشن رو اجرا کنم. حالا داخل تست میخوام input رو فقط فعلا log کنم. console.log input. مرورگر رو باز میکنم، inspect console، میبینید که مرتبا داره log میشه. وقتی w رو میگیرم y 1 میشه، s رو میگیرم y منها میشه، a رو میگیرم x منها میشه و d رو میگیرم x مثبت 1 میشه. پس کار میکنم. حالا بیاید باهاش map رو پوزیشنش رو تغییر بدم. اینجا میام به draw map یک object میسازم، export
const map position برابر باشه با x 0 y 0.